هر بار سوار هلیکوپتر شدی دلم هاری ریخت. روایتی فیلم آسمان غرب به کارگردانی محمد عسکری در جشنواره فیلم فجر پخش شد، مورد تحسین واقع شد و الان در اکران نوروزی سینماها روی پرده است و مخاطبان میتونن برن فیلم رو ببینن. به همین بهانه در خدمت کارگردان این فیلم هستیم، جناب آقای محمد عسکری. آقای عسکری سلام عرض میکنم خدمت شما. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزانی که قرار است برنامه رو به تماشا بشین. زنده باشید. خب اگر اجازه بدیم بریم سر اصل مطلب بی فوت وقت. من با خلبانهای هوانیروز که صحبت میکردم یک جمله ای داشتم، این صحبتی با من داشتن در مورد فیلم تیبل رو دیده بودن، میگفتن که ما 300 شهید خلبان در هوانیروز داریم، چرا فقط شیرودی؟ این سوالی بود که اونها در واقع مطرح کردن، منم مطرح میکنم جوابش از شما بشنویم. خلاصش اینه که ما میتونیم بگیم 300 شیرودی در نیروی هوایی در واقع هوانیروز داریم، اما چرا ایشون؟ ببینید، من اعتقاد من اگر باشه برای 300 شهید باید 300 تا فیلم بسازم. ولی اینکه چرا در بین خلبانان هوانیروز شهدای مطرحی مثل شهید شیرودی و کشوری وجود داره، اینو به نظرم باید از همون خلبان پرسید، از همونی که از شما سوال پرسید. و برخی اوقات اینجوریه که زندگی برخی از شهدا یا به هر حال رویدادهایی که در زندگیشون رخ داده قابلیت دراماتیک شدن وجود داره درش، ولی برخی هاشون نه. خب به هر حال این که همه شهدای هدف مشترکی داشتن توی موضوع رسیدن به شهادت، این رو اصلا میذاریم کنار. خب این یه چیز مبرهن و واضح است، ولی اون چیزی که ما باش مواجهیم زبان سینماست. در زبان سینما باید ببینید که چه چیزی قابلیت دراماتیک شدن وجود داره درش و شما به اون بپردازید. ممکنه که در بین مثلا شهدایی که اون عزیزان خلبان گفتن شاید حتی 200 تاشون هم این قابلیت رو داشته باشه، ولی این پیشنهادی بوده که به من داده شده. یعنی گفتن که این قصه پیشتر قرار بوده کار بشه و نشده و 2 سال الان همینجوری مونده، و بعد من گفتم که بنا به این شرط که خودم بنویسم میپذیرم و در شد آسمان غرب. در حقیقت پاسخشون رو به نظرم دادم توی صحبت. ببینید یه نکته وجود داره، من حالا موضع شما رو درک میکنم چون خودم نمایش رادیویی در مورد خلبان ها حالا خلبان های هوانیروز هم کار کردم. میتونیم بگیم معذوریت های کارگردان، چون سیمرغ هم اگر خاطرتون باشه سریال سیمرغ که دوره در واقع بچگی ما بود، مدرسه میرفتیم و میدیدیم، خلاصه میشد در کشوری شیرودی و سهیلیان، در حالی که خب اون 300 شهید هوانیروز رو ما داریم و خیلی خلبان های اینطوری داریم. ولی خب میگم یه نکته خیلی مهمی که وجود داشت، حالا شاید اون اطلاعات و اون دیتایی که در اختیار شما قرار گرفته است که میخواد تبدیل به فیلم بشه و یه دغدغه شما دراماتیزه کردنش هست، شما دنبال درام دارید میگردید، در واقع ممکنه یک جایی رو وام گرفته باشید از واقعیت و یک جایی رو خودتون اضافه کرده باشید و این چالش شماست. از این بحثا داشتیم توی کار دیگه؟ حتما که داشتیم. ببینید موضوع سرپیچی به نظرم یه موضوع خیلی خوبیه برای اینکه تبدیل بشه به یک درام. حالا من تاییدش نمی‌کنم موضوع سرپیچی، خود نفس سرپیچی، نفس سرپیچی که البته خلبانای هوانیروز یه ذره روش بحث دارن، به هر حال تاریخی و دراماتیک کار یه خورده با هم دیگه متفاوته. ببینید ما چه تاریخ قرار نیست گزارش تاریخی بنویسیم، سینما کار می‌کنه. ببین چی میگن یه وقتی وحیدی ببین ما میگیم آقا در تمام گفتگوهام هم گفتم که بخشی از این ماجرا اضافه شدن اون چیزیه که من به عنوان نویسنده روش آوردم و تا اونجایی هم که امکان داشته اومدیم وامدار به تاریخ باشیم. من تو فیلم قبلی من، حالا نمیخوام متکلم وعده باشم، ولی تو فیلم قبلی من که مربوط میشد به عملیات مرساد، اونجا هم هر با من با خیلی مصاحبه میکردم، یعنی چهره به چهره رو در رو باشون گفتگو میکردم، چون اعتقادم اصلا این بودش که هنوزم این اعتقاد دارم که پژوهش میدانیه که تو رو به نتایج خیلی خوبی میرسونه.
و توی اونجا هر رزمندی از زاویه نگاه خودش یه جاده مثلا 500 متری بود اتفاقی که افتاده بود، ولی هر کسی یه جوری داشت تعریف میکرد، اما در کلیات همه مشترک بودن. میدونی چی میگن؟ میگید اونجا اون نگاه کارگردانی که میاد حرف آخر رو میزنه. بله، نگاه نویسنده و کارگردانی که میادش میگه که این سینمایی تره. حالا ببینید یه چیزی در مورد جزئیات، چون در مورد تاریخ هم میخوام صحبت بکنیم، مثلا با بعضی از خلبانای کبرا که من صحبت میکردم و خب همین قبل از اینکه بیام الان در این جلسه با شما صحبت بکنم، با یکیشون که خودش تو تیم آتش بوده صحبت میکردم، مثلا یکی از ناراحتی‌هاش و دغدغه‌هاش این بود که اون حماسه سرپل ذهابی که ما رقم زدیم، شیرودی تو اون حماسه تانک نزد، گفتش که داشت مثلا نفراتو میزد یا مثلا داشت پراکندهشو میکرد، در حالی که ما زدن تانک، خب حالا من یه ذره جزئیاتم بگم، ببین زدن تانک کار هلیکوپتریه که موشک تاق میبره، اونایی که راکت میبرن، کبرایی که راکت میبردن در واقع توانایی انعدام تانکو نداشتن، چون به زرهش در واقع نفوذ نمیکرد، ولی خب حالا توی فیلم و اون شلوغی و اکشن و هیجانی که ما داریم میبینیم، این تلقی به وجود میاد که شیرودی هم تانک زده. حالا خلبان ها رو اگر بخوایم خودمون بذاریم جاشون و دغدغه هاشون رو در واقع درک بکنیم، اونا میگن با اون دیده در واقع جزئی و دقیق شیرودی که تانک نزده چه رنجی داره میزنه در واقع. حالا اینا شما بشنوید. حالا عرض میکنم نکته اول اینه که ما سینما کار میکنیم، باز هم میگن ببینید تو سینما خیلی کاراتو میتونی بکنی، شما سینمای هالیوود، سینمای اروپا این برانور نگاه میکنی بگی اه چرا اینجوری شد، نه سینما وظیفش اینه وقتی تو حوزه اکشن هستش، عرض میکنم ها، تصاویر و یا سکانس هایی رو بازآفرینی میکنه یا خلق کنه که تماشاگر به وجه بیاد، یعنی بگی اه چیزیه که در، یعنی اصلا اونه که جذابش میکنه توی سینما. این یه موضوع. موضوع بعدی هم این که آقای شیرودی که اصلا من یه توضیح فنی اجازه بدید بدم. ببینید هلیکوپتر کبرا یه مدلش تاوه، یه مدلش نان تاوه، یعنی تاو نداره. تاو موشکی است که از طریق کابین هلیکوپتر تا 3.5 الی 4 کیلومتر توسط سیمی که بهش وصله هدایت میشه تا به هدف برسه. و آتش اون تاو خیلی سهمگین تره به دلیل حجم باروتی که توش وجود داره، حجم TNT که توش وجود داره، تا 19 سانتی متر دو زره تا میزنه. اما این نیستش که راکت کاری نمیکنه، راکت به شنی بخوره شنی رو از کار میندازه. راکت اگر به مجموعه اون یارو اون لوله برجک بخوره تانک از کار میندازه. تقریبا میتونم بگم از اون تعداد خلبان که در اون برهه در پادگان ابوذر وجود داشتن و حضور داشتن، من با 12 نفرشون گفتگو کردم، از توی 16 نفر. 10 نفرشون متفق القول حرفایی که میزدن از قهرمانی و حماسه شیرودی است و این که اگر شیرودی در حقیقت شهید بزرگوار نبود اصلا ما وای نمیستادیم، ما میرفتیم. ببینید اینی که دارم میگم، وایس دارم، ویدیو دارم، اینا رو دارم میگم، نه همینجوری، ولی 2 نفر از این دوستان که خیلی هم بزرگوارن و منم باز بهشون ارادت دارم و کارهای خیلی درخشانی هم اون دوره انجام دادن، این اعتقاد رو نداشتن. اونا از ابتدا دوست داشتن که اصلا قصه اونا ساخته بشه، مثلا قصه اونا رو نمیخواستن بسازن. حالا شما به جای خوبی رسوندینش. ببینید یه نکته وجود داره، مخاطبی که عام عمومیه در واقع اصلا با هلیکوپتر و شیوه رزمش اون آشنا نیست، مطمئنن با فیلم ارتباط برقرار میکنه و لذت میبره. منم که آشنا هستم لذت میبرم. اما خب این خلبان هوا نیروز و هلیکوپتر کبرا که مثلا حالا از نظر اطلاعات اونه از منی که علاقه‌مند و پژوهش کردم 10 پله بالاتره، یه نگاه دیگه ای به پروازهای فیلم داره. مثلا با یکیشون من صحبت میکردم، انتقادش به فیلمبرداری از پروازهای فیلم، و من احساس کردم که نگاهشون اینه که این فیلمبرداری و چیزی که ما داریم میبینیم احتمالا حق مطلب رو ادا نمیکنه. و خودم حالا دو دلم به ایشون جسارت نکردم، حرف هم بود که من مهمه برام این چیزی الان از خدمتتون که احتمالاً پروازها، یعنی چی؟ نه، طرف تو خودش تو کابین بوده، اون کارها رو انجام داده، اون مانورها رو انجام داده در واقع، ولی من فیلم رو که میبینه احتمالاً احساس میکنه حق مطلب ادا نشده، یعنی اون کاری که ما کردیم درست به مخاطب منتقل نمیشه نظر اونه. ولی من با خودم فکر کردم که خب مستند که نمیسازیم، به قول شما الان چه مدیوم سینماست دیگه، داریم سینما کار میکنیم.
و یه جایی هم خیلی نمیتونیم احتمالا تخصصی برای مخاطب عمومی بیایم. اصلا حوصله‌اش سر میره. به قول شما حالا میگم ما مثلا تو مدیوم تماشاگری یه محدودیت داریم تو سینما. من یه سکانسی داشتم در مورد اصلا این ماجرای این که این هلیکوپترها پیشتر وقتی با میریم در یک بره، در مورد یک برهه تاریخی میخواییم حرف بزنیم، فقط نمیریم یه پژوهش. شما من شنیدم که پژوهشگر هم هستی، کتاب هم نوشتی در همین حوزه. ببین اصولا اینجوری نیست که ما اکتفا بکنیم به این که بریم مثلا با 10 نفر گفتگو بکنیم از هم. نه نه، من از تمام اون کسایی که در پیرمردایی که اون تو اون روستایی که اطراف پادگان ابوذر بودن و با شیرودی رابطه تنگ و تنگ و عکساشون رو دیدم، خب که کنار هم ایستادن و تو اون برهه بودند و اینها، با اونا گفتگو کردم، با خانواده گفتگو کردم، با عرضم به خدمت شما همینطور که عرض کردم چی با این همرزماش گفتگو کردم، بخش تاریخی اسناد رو دیدم، خب اون چیزی که واقعیت هم جذابه اون برای ما، من که نیومدم برای 5 نفر 10 نفر فیلم بسازم. دایره مخاطب میدونی چی میگم؟ ما برای 80 میلیون آدم قرار فیلم بسازیم، نه برای 5 نفری که الان بد سنی که من توی اینا یه سکانسی نوشته بودم برای اینکه یکی از این هلیکوپترها خراب بود، اصلا در مورد فنی و اینجور چیزای هلیکوپتر بود، اصلا تماشاگر براش اینا جذاب نیست. مگه ما شده که مثلا بریم به فرض مثال بخوایم، چون برای اونا واقعا اینجوری خورده خلبانی مهندسی داره توش، برای اونا واقعا جذابه که مثلا برن در مورد چه میدونم مثلا یه بخشی از هلیکوپتر توی سوله چیز توی سوله تعمیرات حرف بزنن اینا. آیا مثلا در یکی از فیلم‌های سینمایی ما یکی اومده مثلا بره تو مکانیکی که دوربین ببره تو موتور در مورد مثلا این سیلندر رو فلان، بجز مجموعه کارهای تبلیغاتی صنعتی مثلا ایران خودرو و سایپا و چیزایی که مستنداری که اینجوری به ما ارتباطی نداره، یعنی به ما ارتباطی نداره، برای تماشاگر اصلا حوصله سربره. این تصویری که میخوام نشون بدم اون نیست، با اونجا کاری نداره. آره ما میگیم آقا مثلا ما چه کاری داریم که، چون میشنیدم میگفتن آقا اونجاش چرا مثلا نیومدید در مورد مثلا تعمیرات این هلیکوپترها، آخه من ها قراره یه فیلم بسازم، قراره که تمام هوانی روز رو درش مثلا بگنجونم، که هم قالب سینمایی هم از جمله زمانش این محدودیت رو میاره دیگه. ولی خب حالا یه نکته مثبتی که من خودم توی جشنواره تو فیلم دیدم، به نظرم کارشناسی نظامی فیلم بود. یعنی من حالا نمیدونم اسم ببرم یا نبرم، من سالها پیش یه فیلم جنگی دیدم که یکی از فیلم‌های جنگی ماندگار و البته پرخرج سینمای ایرانه، ولی خب متاسفانه توش هواپیمای عراقی که برای بمباران در اول جنگ اومد میگه 29 بود و اشتباهاً مشاوره کارشناسی داده بودم. و یکی دو سال پیشم یه فیلم جنگی دیگری درست شد که من دوستش هم داشتم، موفقم بود، نشون داد که کبراهای هوانیروز از جمله شیرودی و کشوری که رفتن یه نقطه‌ای از تجمع ضد انقلاب رو بزنن، کبراهایی که ما تو تصویر می‌دیدیم از اون کبراهای زمان جنگ و انقلاب نبود، رنگش فرق کرد، نه اصلا از این چیزایی بود که در واقع جهاد خودکفایی خودمون درستش کردیم. یعنی کبراهای ایرانی بود و خب اگه ببینید خطوط بدنش خود شکستگی خب داره. اون دیگه به نظرم نمیدونم خب، ولی آسمان غرب مشکل رو نداشت. نه من به جزئیات، من حتی اینجوری که به شما بگم که فشنگای توپای 20 میلیمتری که قرار زده بشه، میگفتم آقا تا اونجایی که میتونید از توی زاغه از قدیمی ترین فشنگاتون استفاده کنید، یعنی که جعبه هاش چجوری و فلان و این سعی میکردم واقعا. ما حتی سر همین به هر حال اونایی که اوورهال شد، یعنی اونایی که تعمیرات یعنی بروز شده بودن هلیکوپترها خیلی مجهزتر بودن برای پرواز. خب ما یه دغدغه‌ای داشتیم با هلیکوپترهایی که قدیمی بودند و مثلا الان هم خب اونایی که حتی با اون شکل و شمایل قدیمی هم و رنگاش هم مثلا شطرنجی کردن یه چیز دیگه است. خب ما برای این که حتی اونا رو داشته باشیم، خب اینا مشکلات فنی داشتن که، ولی باز میگفتم هر جوری شده بذاریم از همینا استفاده بکنیم و اینا که چیز بشه. ضمن این که ببینید در خیلی از اتفاقاتی که توی فیلم میفته اینجوری بذارید عرض بکنم، هیچ کدوم از پلان‌های این فیلم خلبان که بازیگر ما باشه داخل هلیکوپتر نشسته هلیکوپتر بره بالا، در هیچ پلانی، در تمام پلان‌ها هلیکوپتر روی زمین بوده. یعنی روی زمین که اون به هر حال
فکری که براش داشته این بودش که روی کفی تریلی بوده بدنه اولیه هلیکوپتر و ما بتونیم از دو هلیکوپتر کفی را میرفته و ما پلان میگرفتیم برای اینکه هم حرکت رو خلبان یه خورده بازیگر خلبان در حقیقت یه خورده براش توجیه باشه، یه خورده ملموس باشه و ضمن این که خب ما لول دوربین هم پایین میبردیم آسمون ببینیم و اینجور چیزای این شکلی. یعنی میخوام بگم که خیلی محدودیت ما داریم. ما برای کسایی که تو حوزه جنگ هستن هلیکوپتر کوبرا مثل یه وسیله‌ایه که به دلیل مانورش و قدرت مانورش و کارهایی که میتونه انجام بده خیلی جذاب و اصلا یه وسیله چیزیه، یعنی یه وسیله خیلی اگر هر تیمی از این دو طرفی که قراره با هم به جنگن داشته باشدش، یعنی انگار یه چیزی رو داره که اونکی رو میتونه لط و پار بکنه. خب اما این برای سینما یه هیولای آهنی غیر قابل کنترل، وقتی میپره اینجوری نیستش، دوربین فوکوس داره کجا بیاد وایسه، چجوری وایسه، میدونی چی میگم؟ یعنی وقتی این میرفت بالا من مثل کارگردان تلویزیونی فوتبال عمل میکردم، یعنی همه اینا با بیسیم گیج میشدن. این فیلم بردارا مثلا دو تا سه تا فیلم بردار که اونو بگیر، این انگار توپی بودش که میرفت این ور میرفت اون ور، باید میگرفتنش. اونو میشوردن بود. یعنی یکی از خلبانایی که صحبت میکرد فکر میکنم با همون حس شیشم خلبانیش فهمیده بود که میگفت آقای کیمران که داره نقش خلبان رو بازی میکنه معلومه نشسته تو کابینی که بالا نیست و آسمون نیست، اینو فهمیده بود. خب طبیعتاً محدودیت‌های کارگردانی همین که شما دارید میگید، البته بله البته اینو من الان دارم میگم، یعنی حتی من توی نشستم نگفته بودم. حالا این سوال واقعا از نظر خلبانی ایشون میتونست کابین جلو بشینه یه خلبان عقب بشینه؟ نه هرگز نمیتونه. نه میتونه کار نکنه فرامین با اون یکی خلبان. نه ما عرض میکنم ببینید، چون هواپیما نیست که فشار جی بخواد بیاد. میدونم ببین ما تصور اون وقتی داشتیم فیلمنامه رو مینوشتیم اینجوری بود. ما گفتیم خب پس ما میتونه فیلم بردار ما جلو بشینه تمام فرامین هم مثلا چیز باشه. نه بازیگرمون عرض میکنم فیلم بردارمون جلو بشینه مثلا عقبی هم خلبان چیزه، این به حالت پی او وی خیلی پلان بگیره. این یه مدل بود فیلم بردار داخل بشینه از نگاه بازیگر از نگاه خلبان. یه مدل دیگه هم اینجوری بود که گفتیم آقا مثلا دوربین میتونیم ببندیم، نفر جلو خلبان، نفر پشت بازیگر ماست. اما به هیچ وجه نه موافقت شکل گرفت در مورد این موضوع و نه از لحاظ فنی امکانش فراهم بود. ببینید ما قرار یه فیلم کار کنیم. خب یه چیزایی میگفتن که من دیگه سکوت میکردم، البته پاسخشون رو میدادم ولی سکوت میکردم دیگه، چون نمیشد. یعنی ببینید مثلا یک خلبان دیگه انسان دیگه، بالا قندش میفته، یه اتفاقی میفته، خب چی باید اونو کنترل بکنه؟ فقط اونه دیگه اونجوری یا عقب، فرق نداره. خب بنابراین این امکان دو نفره برای این هستش که اگر اون نفر جلو خدای نکرده اتفاقی براش ایجاد شد، نفر پشت بتونه هدایت هلیکوپتر رو به عهده بگیره. حالا من میگفتم آقا الان اینجا شما میریم نشد تصادف هم بکنیم، اینو که نمیشه بدبینانه تنی شکل ماجرا رو باش مواجه شد به خاطر این. ولی وقتی با جون آدم ها تو مواجه میشدی و یه هزینه مثلا یه وقتی خدای نگرده اتفاقی برای یه هلیکوپتر یا آدم یا هر چیزی دیگه، تو میگفتی آقا اصلا این دیگه توجیه نداره، میدونی؟ یعنی زبان قاصر میشد تو بخش ماجرا. یعنی یه بعد یه سری از فرامین هست در پرواز که باز با مشارکت طرفینه، یعنی این که من میگه فرامین با من نفر جلو بخواد دیگه خداحافظ تمام اینا این دستش می سینش باشه نیست. برخی از فرمانهایی که وجود داره به صورت مشترکه، یعنی حالا من تکنیکالش و فنیش رو نمیدونم ولی این چیزی بودش که وقتی من وارد میدان شدم متوجه شدم. چی میگم؟ یعنی شما باید سرخلبان میتونست استارت بزنه هلیکوپتر رو، استارت بزنه بعد در کابین عقب و بعد بره جلو بشین، این هلیکوپتر وقتی روشن میشد جا به جا بشه، نفر جلو بعد میمون جا به جا بشه، بعد حالا اون کمک خلبان مثلا میتونست بیاد عقب بشینه که دوربین بگیره برای ما مثلا. یعنی حتی تو استارت زدن هم این ایمیلی بعد
رعایت میشد. بنابراین این موضوعات به هر حال وجود داشت توی ماجرای چیز. حالا شاید الان زیاد هم ما الان خود ما هم اگر زیاد ادامه بدیم برای مخاطبی که قرار ببینیم اونم براش حوصله‌اش یعنی سر خواهد. ببینید حالا در ادامه همون بحث معذوریت‌هایی که شما به عنوان کارگردان سینمایی دارید، یعنی مستند کار نمی‌کنید، رادیویی نیست یا هر چیز دیگه، هیچ مدیوم دیگه نیست و یه محدودیت زمانی هم دارید. یه ماجرایی که تو فیلم توجه منو جلب کرد شهادت حمیدرضا سهیلیان بود که من که خالو خونده بودم میدونستم که این اتفاق نبوده، اینطوری نبود، یعنی با شیرودی از ماموریت برنمیگشتن که سهیلیان رو بزنن و احساس کردم با همون محدودیت‌ها و معذوریت‌هایی که کارگردان داره احتمالاً ماجرای شهادت سهیلیان رو برده کنار یه ماموریت دیگه گذاشته که بخواد روایت بکنه. درست بله بله. ببین من وقایع مربوط به یک ماه نخست یعنی مثلا از 31 شهریور مثلا 59 تا 30 مهر 59 این حوادثی که تو این بازه زمانی رخ داده بود رو تو 3 روز آوردم انجامش دادم، همون فشرده کردم. آره ببینید و عملا اونجوری هم من گفتگو کردم با یعنی فرماندهی محترم حوالی روز با مجموعه ارتش اینا که آقا ما دوست داریم واقعا شهادت یکی از این خلبان‌ها رو ببینیم، در صورتی که کل مجموعه فیلم در مورد قهرمانیه، یعنی پیروزی فتح. من نمیگم شهادت فتح نیست، پیروزی نیست، ولی مأموریتی که پیروزمندانه است. ولی اونجای فیلم هم جاش بود دیگه، یعنی بعد از اون همه خوشحالی و تانک زدن بله. جاش بود که احتمالاً یه حالگیری هم از مخاطب شما بله. داشته باشه و خطر و همیشه خطری که پشت اینا حالا بعدش ما... چیز یه سیمرغی رو چپ میکنه، اون هم مثلا مال اون بازه زمانی نیست، مال قبلش تو هم مبارزات تو کردستان بود مال هستش. بله منم کردستان شنیدم، اما بعضی از آقایون در صحت و سقمش البته خود شکل نه. من با فردی که دقیقا توی هلیکوپتر نشسته بوده با اون گفته بود شاهد ما، یعنی بله شاهد ما، یعنی من یه چیز بعد اصلا نباشه، اصلا میگم نباشه. ببینید مثلا یه فیلمی رو اخیراً دیدم، ولی اسمش یادم نمیاد چیه، بازیگر مطرحی توش بودم. ببینید هلیکوپتر میاد از توی تونل قطار رد میشه، معمولیت غیر ممکن، یک این نالو چه فیلمی بود یادم نمیاد، رد میشه، تو اصلا دنبال اینا نیستی، میگی واو این چه مثلا به قول چیز میگی دست فرمونی داشت، این چه مثلا تبحری داشت تو پرواز. ببین سینماست، ما اینو من زبونم مو در آورد، از اون ابتدا که داشتیم کار میکردیم تو الان که آقا ما تاریخ کار نمی کنیم، که ما که قرار نیست که بگیم آقا این به این نل به نل در فوت مثلا 28 مه مثلا در 21 مه ساعت 12 ظهر که جلوی در پادگان مثلا دعوا شد سر چی بود؟ بابا اصلا دنبال اینا نیستیم ما. یه وقتی میگم یه کسی مورخه مینویسه اینا رو که قراره در تاریخ ثبت بشه اصلا کار اونه، یا نه یه کسی از مستند داره کار. به خاطر همین گفتیم که یه شکل قهرمانانه ای هم از ماجرای شهادت سهیلیان داشته باشیم توی دستم و اونجوری هم من دیدمش که اونجوری اتفاقی قبلش چندین و چند تانک میزنه، در صورتی که اونا یعنی یه کار عجیب غریب تری انجام میده نسبت به اونها، نسبت به دیگر قلبان ها، و بعد هم سهیلیان میدونی که حالا خودش که واقعا ظرفیت یه فیلم سینمایی مستقل یا سریال رو داره، ولی معروف بوده به خلبان بی باک. بله چون یه بار باک هلیکوپترش رو زده بودن سوراخ میده و بنزین میریخته، ولی این ادامه میده میره دنبال دار بود. اینا توی فیلم نامه من اینا بود شده نه اینا بود. ببینید محدودیت زمانه، شما در یک ساعت نمیتونی بگی. اتفاقا جالب ماجرای بود که اینا تو آسمون هم دیگه رو به اسم دیگه ای صدا میکردن، یکی به اون میگو آقا شیره، یکی به این میگو نمیدونم چیز، یعنی اینا همه چیزهایی که پژوهش شده شکلی میدونیم ما خب، ولی همونا میشه 5 دقیقه میدونی چی میگم. بعد از تو اون اصل ماجرا که قرار هست ایستادگی و مقاومت اینا در برابر اون تانک ها، در مقاومتشون که سرپل ذهاب اینو بخوای چیز بکنی، میری تو به یه جزئیاتی پرداختی که اصلا اون حالا زمانی براش نداره.
میدونی چی میگم؟ وگه نه این بودش تو میگو بیواک و همین ماجرای بدون بنزین بودن بردن الیکوپتری که سوارش بوده و از اون به بعد معروف به بیواک میشه، اینا همه اینا رو من میدونستم و یعنی بود اول هم در فیلم نامه، ولی زیاد چیز نکردیم که تو اولویت یک نبود. ولی یه واقعیتی هم هست توی ماجرای هوانی روز و اولین روز جنگ که اینا موشکای ضد تانکشون عمل نمیکرد. این رو ولی خب در فیلم ندیدیم. به نظرم طبق اون چیزی که شما دارید میگید احتمالاً لازم نبود که این روایت. نه ببینید، نه بنا به دلایلی اینو که اینجوری نبوده که عمل نکنه. سیستم موشک انداز تاو رو در هلیکوپترهای تاو از کار انداخته بودن. کارشکنی دیگه. نه، کارشکنی نه. بنا به دلایلی که شاید مثلا برمیگرده به کودتای نوژه. خب یعنی بعد از اونیا نمیدونم، یعنی حالا زیاد نمیخوام وارد اون ماجرا بشم. به هر حال اینا موشکا وایر کات میشده، اصطلاحش اینجوریه که وقتی شلیک میشه تا شما با مزد یعنی باید اینو هدایتش کنی از یه جایی، این سیمی که وایری که بهش همراه کات میشه، یعنی بریده میشه و این بی هدف میخوره به یه جایی منحرف میشه یا مثلا به هدف نمیخورده. خب اینا پیش از این که با توجه به تحرکات عراق در قبل از آغاز جنگ، هوانی روز میاد آگاهانه اقدام میکنه، میگه آقا بذار راه بندازیم چند تاشونو، که این چند تاشون معطوف میشه به یه هلیکوپتر. یک هلیکوپتر تاو رو اینا مثلا 3-4 روز قبل از آغاز جنگ اینا راه میندازن، یعنی درست میشه یک هلیکوپتر. یه فروند تاو داشتن که شلیک میکرده که خلبانهاش هم آقای نریمان شاداب و آقای شهپرست بود. یه دونه هلیکوپتر تاو بوده و کار میکرده. اگه نبوده که پس اونا رو اون تا همین ایرادی که خودتون میگی تانکا رو چجوری زدن؟ پس بوده. من یه روایت خوندم، اسم راوی رو فراموش کردم، کتاب رقص دلفین ها آقای الان بگم بهتون. ایشون میگه آقای غلامرضا علیزاده نیلی، بله، این صحبت خراب بودن در واقع موشکای تاو رو در روز اول جنگ ایشون میگه که میگه حالا واسه روز دوم برطرف شد ایبشون. بله، اشاره مطابق اون یه دونه نشده بود توش که یه دونه بود، یه دونه از هلیکوپترها توی فیلم من گذاشتم، یکیش الان درسته. ولی در حقیقت اینا ببینید، این که باز دارم میگم، این که برای شاید یه خلبان مهمه که آقا ستایی رفتن یا پنج تایی رفتن، میدونی چی میگن؟ ولی برای مخاطب عام که مهم نیست، میگه آقا چهار تایی رفتن، میدونی چی میگن؟ میخوام بگم که یه چیزایی واقعا برای اونا، برای اون عزیزان مهمه، شاید چون حرفشونه، فنشون بوده، شغلشون بوده، اصلا حماسه‌ای که درست کردن اون براشون اونجوریه. ولی در حقیقت ما، شما باید به این برگردید، به این، یعنی اینجوری باید با موضوع مواجه بشیم که بگیم آقا چه شکلی قهرمانانه تره، چطوری حماسش با شکوه تره. ولی این که مثلا با سه تا رفتن یا با چهار تا رفتن، حالا ما رعایت کردیم، یعنی شما اگه برگردی به اصل ماجرا، به اصل واقعیت، اصلا اینجوری نشده، اینجوری نبوده رفتن اینا، یه مدل دیگه ای بوده. ولی قراری من مدل اون، چون اون هلیکوپتر یه جوری رفته، مثلا آقای شاداب و آقای شهپرست یه مدلی رفتن، تو راه هم وایستادن، دیده مثلا خانوادش هم داره میرن با ماشین، وایستاده خداحافظیش از روی ماشینی که میشناخته، مثلا یه پیکان مثلا قرمز رنگی، حالا مثال میزنم رنگش آبی رنگ، میبینه میگه اون ماشین منه، میشینه با اونا. خب این که من از دستی من فکر کنم سال 70 فیلم پرنده آهنین علی شاهاتمی دقیقاً این همچین تصویر رو دیدیم. من خاطره خود ایشون آقای شاهاتم، شاید مثلا ببین، ولی اون داستان ما نیست. یعنی شما میگید تو مسیر قصتون قرار نداره اون قصه من... که اصلا ما میخوام یه قصه دیگه رو بگیم. میدونی چی میگم؟ یعنی به خاطر اینه که هر کدوم از این عزیزان دوست دارن از زاویه نگاه خودشون ماجرا مطرح این بوده. یه مثلا شما دایره مخاطبتون رو خوب تعریف میکنید دیگه، مخاطب عامه. بله. برای این فیلم از اون طرف خیلی های زیادی میخوان فیلم رو ببینن، یه عدهشون همون عامه، یه عدهشون خیلی مخاطب تخصصی هستن، به جزئیات بسیار اهمیت میدن، یه عده هم که حالا جزئیات در حد
حالا در حد مورد قبول به نوعی براشون اهمیت داره و به نظرم شما نمیتونید همه اینا رو با هم برازین. نه اصلا نمیشه. ما تا جایی که سینما جواب بده باید پیش بریم. بعد از اون یعنی فیلم سینمایی یه وقتی میگم مستند یه مدل دیگه‌ای میشه، میتونی یه جزئیات دیگه‌ای بگی. و یه وقتی هست مثلا سریال، باز تو دوباره میرید میتونی یه کارایی بکنی، ولی این که عقیم میشه، یعنی اصلا عمیق نیست. اونو بخوای یه توک بزنی، اینو بخوای یه توک بزنی، اونو یه توک، که همرم راضی نگه بده. و خب اینو که وجود داره، اون هدفی که شما تعیین میکنید برای توی این فیلم، یعنی گفتن از شیرودی دیگه. ولی خب مثلا من که فیلمو دیدم جای خالی خیلی رو احساس کردم. بله. نه به عنوان انتقاد رو بگم، مثلا علیرضا حراف نبود، علیرضا سهیلیان کوچیک‌تر از مثلا تصویرش کوچیک بود، مثلا یا منصور وطنپور، کسی که مثلا تیمای آتش کبرا رو اول جنگ چیز که اصلا سر و سامانی داد بهشون در واقع، یا خدای شهبره از نریمان شاداب، خیلی خرابانه دیگه بودن، عبدالله نجفی سال 73 بازنشسته شد. ولی خب به قول شما همه رو که نمیتونیم توی یه فیلم نشون بدیم، ولی خب حالا این بعد باعث امیدواری ما بشه که ان شاءالله این کاری که شما انجام دادین یه بار میفهمم خیلی از اون دوستان رو مثلا الان شما لو جالب مثلا اسمی برید برام چیزه مثلا میگم خیلی هاشون حسین فریدعلی پور، خیلی هستن که علی نجاری، بله نه خیلی هاشون هستن که نیستن توی فیلم. ما فقط اسم شهدا رو، حالا خود شما کارگردان که در واقع کار میکردید در ایام فیلم برداری کار، با کدوم بخش و در واقع توانایی کبرا بیشتر حال کردیم؟ توپ 20 میلیمتریش بود یا راکت زدنش بود، خوابش بود؟ از کجا این پرنده خوشتون اومد بیشتر؟ از این که این پرنده تو ارتفاع بسیار بسیار پایین به سطح زمین میتونه پرواز بکنه و قدرت شلیک رو منفره. یعنی ببین لوله برجک تانک بر اساس زاویهش تا یه حدی میتونه بیاد پایین و شلیک کنه، این زیر اون زاویه میتونه پرواز کنه. این واقعا جذابه برای من که یه هلیکوپتری با این عظمتش 16 متر مثلا چیز ملخ و فلان و اینا میتونه. جالبه که بعضی از این خلبان‌ها وقتی صحبت می‌کردن گفتن که مثلا در خلال جنگ این زیر هلیکوپتر چیزایی که هستش و هلیکوپتر روش میشینه اسکید نام داره. خب میگه این اسکیدا گاهی اوقات ما برمیشیم ماموریت میمدیم با داس میمدن این چمنه رو میزدن به اسکیدا، مثلا این گندما، یعنی این تبحر یه خلبانه که توی ارتفاع بسیار پایین هم هدف رو میبینه، هم زمین رو میبینه، هم شلیک میکنه، هم ایناش واقعا عجیب غریبه. یه بخشش اینه که برای واقعا جذابه، بخش دیگهش هم خود ویژه خلبانیه، خلبانیش که یه آدم بسیار باهوشی باید باشه خلبانیش. میگم هم چون کاملا چیز مکانیکیه، چی میگم، یعنی این دست کار میکنه، این دست کار میکنه، این پا کار میکنه، این پا کار میکنه، سر کار میکنه، چشما کار میکنه، زبان داره کار میکنه، پرواز داری میکنی، شلیک باید بکنی، از تو سایت، از توی اون دوربین باید نگاه بکنی، حواست باشه به این ور، به سوختت، به قدرت موتورت، به همه چیز. به خاطر همین خلبانی هلیکوپتر بسیار بسیار پیچیده تر و سختتر از خلبانی هواپیماست. حالا دکتر خوبی رو اشاره کردیم اون پرواز پایینه که گفتیم، من چون با خلبانه این رو هوایی زیاد مصاحبه میکنم، اخیرا توی جلسه بودیم، خلبانه آزاده بودن، نیرو هوایی دو نفر از خلبانه هوا نیروز هم بودن، یکشون آقای شهرپرست بود، یکی دیگه هم از خلبانه ترابری در واقع بودن. بعد صحبت قشنگی پیش اومد، چون مثلا بعضی ها میگن روایت ها در مورد اول جنگ یه خورده ناقصه، یه عده مثلا میگن فقط کبراها و هوا نیروز بودن، یه عده میگن نیرو هوایی بوده که خب البته اون 6 ماه اولو به قول معروف که نیرو هوایی در واقع اصلا جبهه و اینها رو اداره کرد. ولی تو این جلسه اتفاق جالبی افتاد، یکی از خلبانای فانتوم نیرو هوایی که اسیرم بود به آقای شهرپرست و اون دوست همراهشون صحبت بحث پیش اومد، بس جدل نه در واقع بحث پیش اومد، صحبت این بود که حالا ما داشتیم تو غرب پرواز می‌کردیم، هوایی مثلا جبهه ها رو داشتیم و اینها. اون خلبان فانتوم برگشت به خلبانه هوا نیروز گفت ما از بالا هواتون رو داشتیم، درست هوای شما رو داشتیم. بخب اون پرواز ارتفاع پایین هم که شما گفتین ما که از شاهکارا بود دیگه، فانتوم ها و افسنجام رو لوپس میرفتن مثلا در ارتفاع 1-2 متری زمین. بله. و شما اون داسا و چیزهایی که گفتین بعضی از فانتوم ها که میرفتن شاخه های نخل مثلا میگرفت به زیرشون. بله امکان داره. بله. یعنی این چیزی نیستش. بله. که
به هر حال ویژگی هلیکوپتر تو ارتفاع پایین پرواز کردن و قدرت مانوری دیگه به نظر من دو بله ایستادگیش ببینید یعنی ایستادن در یه هاور وایستادن در یه شرایطی که بتونه بزنه اینا همه قدرت مانور یک وسیله جنگ افزار پرنده است دیگه. ولی خب هواپیما اینجوریه که یه جا البته الان هواپیمای جدید به نظرم هستش که چون یه جایی خوندم که میتونه ثابت هم بیسته ولی اینا از رو هدف رد میشن دیگه تا بره یه دوری بزنه سیستان بلوچستان برسه اینجا میدونی چی میگم. ولی این قدرت مانور هلیکوپتره و به هر حال شاهکارهای بی‌نهایت عجیب و باور نکردنی در حوزه دفاع مقدس ما وجود داره به ویژه در حالا این فیلم هوانی روز مربوط میشد که میتونه دستمایه بسیاری از قصه های جنگی قرار بگیره. خیلی عالی. من حالا امیدوارم واقعا فتح باب باشه در سینما ما به اون صورت میگم به غیر از پرنده آهنی من یادم نمیاد با محوریت کبرا البته فیلم کانیمانگا هم بود مرحوم سیف الله داد نه 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 این فیلم به صورت خاص در مورد کبرا بله امیدوارم فتح باب باشه باز مثلا میگم عملیات خیبر کبرا بودن کار کردن هوانی روز خیلی فعال بود و عملیات های دیگر میگم تو غرب کشور در جبهه های جنوب امیدوارم این اتفاق مبارکی باشد. منم واقعا امیدوارم که به هر حال آدم های بسیار زحمتکش مظلوم و باهوشی هستن خلبانانه این اصلا مجموعه هوانی بود به ویژه حالا خلبان های هلیکوپتر کبرا امیدوارم همیشه سایهشون بالای سر خانواده‌هاشون باشه چون اینا در حقیقت وقتی وارد یه هلیکوپتر کبرا میشن انگار در یک تابوت متحرک در آسمان دارن پرواز میکنن. از این لحاظ میگم تابوت متحرک به خاطر اینکه به نه چتر نجاتی داره هلیکوپتر کبرا و نه حتی اجکتی داره که بتونی مثلا تو بپری یعنی هر بار پریدن مصادف با اینه که این ملخ هلیکوپتر گردن تو رو خواهد زد. بنابراین اولین حادثه در حقیقت آخرین حادثه یک خلبان کبرا خواهد بود و کسی که در کابینی همچین چیزی میشینه و پرواز میکنه برای این مرز و خاک و بوم و مردم در حقیقت آدم قهرمان و عجیبیه که براش شاید براشون شما میگی 300 تا من به نظرم 600 تا باید فیلم ساخت یکی 300 تاش در مورد اونا 300 تا در مورد خانواده هاشون که اونا چه ایثارگرایی هستن که با همچین افراد زندگی. من قبل از اینکه یه سوال پایانی بپرسم در مورد یکی از صحنه‌های فیلم یه نکته شما اشاره کردن در مورد خانواده هاشون من چند شب پیش رفته بودم منزل یه خلبان نیرو هوایی که افنج بعد F14 شده بود باش مصاحبه می‌کردم خانومش بود بعد تموم که شد می‌خواستیم بیایم داشتیم خوشبش می‌کردیم و صحبت می‌کردیم صحبت در مورد خانواده خلبان ها شد خانومش یه حرف خیلی جالبی زد واقعا میگم خود من خیلی به فکر بود واقعا متوقف شدم برای چند لحظه گفتش که ماموریت که میرفت به شوهرش اشاره کرد و ماموریت که میرفت من صدای هواپیماهایی که تیک آف میکردن رو میشمردم 1 2 3 4 و بعد میگفت مثلا میدونستم یه ساعت بعد ممکن 2 ساعت بعد برگره میگفت صدایی که میومدن و میشنه هواپیما رو دوباره میشمردم که ببینم چیزی ازشون کم نشده باشه. این از ایثارگری خانواده هاشون واقعا که میگم یه بخش خود خلبانا یه بخش خانوماشون و بچه‌ها و خانواده هاشون هستن. اما یه صحنه ویژه‌ای از توی فیلم از نظر ساختار حالا توی سینمای ایران یه نوعی احتمالاً شما ترفندها و جلوه ویژه زیادی باید براش به کار برده باشین از زبان خودتون بشنوید اون صحنه‌ای که جیپ عراقی فرمانده‌های عراقی‌ها رو در واقع شهید چیرودی چپ می‌کنه با اون اسکیپی که زیر هلیکوپترش هست از سختی‌هاش برام بگید ببینیم چجوری این صحنه خلق شد. ببینید همونطوری که گفتم این حادثه به صورت واقعی رخ داده و مربوط میشه به پیش از جنگ یعنی مربوط میشه به کردستان و اتفاقاتی که مبارزات بین خرابکارا و خود شهید چیرودی که این کار رو کرده در حقیقت اونجا توی من یه الهام گرفتم از اون یکی سردسته اونها سواره یه تعدادشون رو میزنن و اینا مهمات نداشتن که برگردن دوباره پادگان و بیان و اینا اون یه سیمرغی بوده داشته میرفته ماشینم دقیقاً همین بود. آره به نظرم سیمور مطمئنم که یه چیزی حالا بلیزر بوده سیمور بوده. من فکر می‌کنم احساس می‌کردم از این جیپ‌های ویلیز بوده از این دو نفرها کوچیکا که نرده چیزی یه چیزی بوده که به هر حال مثل تو ما شاستی بوده یعنی در حقیقت ماشین
چیزی بوده، حالا ممکنه نمیدونم جیب بوده یا هر چیزی، زیاد مهم نیست که چی ماشین چی بوده، این همون چیزایی که میریم چیزی سمتش. ببینید و میاد و این کار رو انجام میده و اسکیدش هم کنده میشه، همون چیزی که مال و بر میگرده توی فیلم. الان من الان حذفش کردم اون صحنه رو، بیسیم میزنه که با بیسیم میگه که لاستیک بذارید توی پادگان که من بیام رو لاستیکا بشینم. خب قسمت رو من دیگه در آوردم، الان فیلم جای دیگه ای تموم میشه. خب من اونو الهام گرفتم ازش، اینو بردم اونجا پروروندم شب قبل از عمل، یعنی شب قبل از مبارزه اینا تو جنگ سرکل ذهاب، اون سیمرغ رو نشونه کردم، استبلیش نمیدونم چی میشه این فارسیش، یعنی به تماشاگر قشنگ به عنوان خطشو گفتم اینه، اینجوری حواست باشه من قراره با این یه کاری بکنم من. و بعد میگه که اون فرمانده هاشون هم که دارن سوار میشن، اون چی میگه اگر که بتونیم این فرمانده هاشون هم پادر بیم، نظام این سه تا لشکرشون میریزه به هم. خب در حقیقت فتح ما، یعنی باز اون قله رو شیرودی داره فتح میکنه دیگه، چون قبلش یه عملیاتیه که مبارزه، اون زمان میخواد، این یعنی مثلا یه پروسه سه ماهی که چهار ماهی که اینا بتونن روش کار بکنن و اینها. و ما بقیش هم که وقتی که چیز میشه، خب ببین سکانسه در 6-7 محیط فیلم برداری شده، در یه محیط هم نید، یه بخشایش هم خب روبروش دوربین سوار تریلیه، یعنی رو تریلی هستیم و اون تمام ریاکشن ها رو خلبان ها دارن انجام میدن و من باید درست به اینا بگم، چون اونا دو ماه قبل فیلم برداری شده، بعد اونی که داره چپش میکنه مال یه ماه بعد، چطوری بعد اینا رو با هم راکورداشو حفظ بکنی، نگاه ها رو حفظ بکنی، کجا چه شکلی، اینی که میگم به فرض مثلا یه بخشش هلیکوپتره، برها میخوام میگم با مجموعی از این کارها این اتفاقه شکلی که تو هم جالبه، برای من واقعا جالبه. من سالها بود تو سینما دیدم دست نمیزنم و برام عجیب بود در تمام سینماها، نه برج میلاد که مثلا کاخ یا خانه جشنواره است، در تمام سینماهایی که من رفتم به اون صحنه چپ شدن که میرسی چیز بودن تماشاگر از طرف احساس دست میزن به خاطر همینه این جمله خیلی برام جذابه، این قصه قهرمان داره، تو وقتی با شکل قهرمان قهرمان رو پرورش میدی و فعل قهرمان گونه ای انجام میده، سوت میزنه، دست میزنه. حالا واقعا هم جای تبریک داره، چون تو سینمای ایران عموما این صحنه های پرخرج رو یه جوری فاکتور میگیرن، مثلا نمیرن سمتش. من فکر کنم آخریش که دیدم هم فیلم چه آقای آتمیکی ها بود که اون سکانس هلیکوپتر رو داشت که داشت میخورد و میزد، اصلا نمیرن. ببینیم من نه که من کار کردم، کار اکشن بسیار کار سختیه و بسیار علم میخواد و تکنیک رو باید بلد باشی و مرد میدان باشی، وگرنه یه چیز مسخره عبدو خیالی در میاد. چی میگم که اصلا همین نگاه میکنم میام دیدی که در سینما اصلا عکس میذاره دیگه میخنده، یعنی خنده مثل فیلم وحشت که میخواد یه رو وحشت کار کنه خنده دار میشه، اکشن هم خنده دار میشه اگر بلد نباشی. و اگر به هر حال همه اینا، این بخش یه بخشی هم به هر حال زحمت بچهای جلوه‌های ویژه رایانه ای هست، امیدوارم مردم این فیلمو برن ببینن در سینما و کیف کنن. من این فیلمو در حقیقت چه در فرم و چه در ساختار و چه تو محتوا سعی کردم برای طیفی از افرادی بسازم که یعنی قالب سنیشون بین 12-13 تا 30 سال باشه. اینا آدمایی هستن که اصلا حوصله ندارن مقدمه 20 صفحه‌ای بخونن، نمیدونم مقدمه 40 دقیقه‌ای ببینن، اینا شستیر میخوان. این نمیگم درسته ها، من نمیگم، ببین این ما اصلا چیز نیستیم، این یه نظام پرورشیه، نظام آموزشیه، داده های اطلاعاتیه. تو با جوون دهی 40 نمیتونی دهی 1400 رو داوری بکنی، اصلا ببینیش، اصلا بفهمیش،
درکش بکنی. بنابراین من تمام ویژگیم این بوده توی این فیلم، تمام کاری که انجام میدم اینجوری باشه که یه اکشنی باشه که همه ببینن و کیف بکنن، مخصوصا اون طیف سنی که جفتن ما همین آرزو میکنیم.